با فراخبر با من جمال ناصر فرهمند خوش آمدید در این برنامه. فصل تازه بر ماموریت نظامی آمریکا در افغانستان. آیا آمریکا این بار با فرستادن سربازان بیشتر در طولانی ترین جنگش در افغانستان پیروز خواهد شد؟ و آیا هرگز تصورش را کرده اید که ارتش روبات ها شهر شما را اشغال کند؟ وزارت دفاع ملی از آمادگی ها برای جابجا شدن نیروهای بیشتر آمریکایی در مرکزهای آموزشی، نهادهای امنیتی و دفاعی کشور خبر می دهد. در حالی که هزاران سرباز آمریکایی و ناتو به زودی به افغانستان می آیند، سخنگوی وزارت دفاع این کشور می گوید که این نیروها بیشتر در مرکزهای آموزشی نیروهای افغان در بخشهای گوناگون جابجا خواهند شد. در همین حال پنتاگون از تلاش ها برای مشخص کردن شمار سربازان آمریکایی که قرار است به افغانستان بیایند سخن می زند و اکنون هم بیشتر از 10,000 سرباز آمریکایی در افغانستان حضور دارند. برای بحث بیشتر در این باره در استودیو مهمانان من عبدالجبار قهرمان نماینده مردم در مجلس نمایندگان و فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل هستند. سلام به شما، خیلی خوش آمدید مهمانان گرامی. آقای هاشمی، این فصل تازه چه انجامی خواهد داشت با توجه به تجربه که افغانستان 16 سال حضور خارجی ها را داره و همواره به ناکامی خارجی ها و مخصوصا امریکایی ها تاکید شده این مدت؟ به نام خدا، با سلام و عرض تبریک عید سعید اصحاب شما، میمان محترم و بینندگان عزیز. خب در شرایط خاصی که ما قرار داریم در منطقه بحران زده که افغانستان واقع شده است، طبیعتاً حضور نظامی ایالات متحده آمریکا یا پیوند استراتژیک بیشتر ما بین ما و ایالات متحده آمریکا تا حدودی میتونه به تثبیت جایگاه افغانستان در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا کمک کنه. اما بحثی که آیا مبارزه با تروریسم موفق بوده است یا نبوده است، این بحثی است که در افغانستان بسیار طولانی است و افکار عامه بیشتر برای تمرکز داره که نه، چنین مبارزه با تروریسم موفق نبوده، به دلایل مختلف و این نارضایتی وجود داره. نکته دیگر که در خصوص افزایش نیرو ما فکر میکنم باید به او توجه شود، او است که نیروی نظامی که وارد افغانستان میشه اگر نقش مشوریدهی صرف داشته باشه، طبیعتا نمیتونه به پایان جنگ با مبارزه با تروریسم ختم شه. یعنی شما با ماموریت رزمی سربازان آمریکایی و ناتو تاکید میکنید؟ طبیعتا اگر بحث مبارزه با تروریسم است، طبیعتا از لحاظ نظامی خب هرچند تخصص من نیست، ولی به سادگی میشه پیدا کرد که وقتی نقش مشوریدهی میدیم یا نقش رزمی، دو با یکدیگر متفاوت است. شمار نیرو به عقیده من بسیار تاثیرگذار نیست که چی میزان نیرو در واقع مطرح شوه، بحث رزمی بودن ماموریت نیرو. آقای قهرمان، حالا به نوعی اکثریت مردم و افکار عامه همین را میپذیره که جنگ جدی باشه و سرکوبگرانه عمل شود در برابر تروریسم و باید مبارزات یا نقش رزمی را ایالات متحده داشته باشه، در حالی که ما در 16 سال تجربه حضور نظامی و حضور رزمی ایالات متحده و ناتو را داشتیم. دیدگاه شما چی است؟ آیا واقعا این بار ایالات متحده این اراده را داره با سرکوب راس افکنان گله میشانه بر بچینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. استاد تاسو تخنیکی همکاران خپل نیکی له سلامونه وړاندې کوم، د موقع څخه استفاده کوم، د لوی اختر مبارکي خپل ټول ولست وایم، او خدای څخه غواړم چې دا اختر خدای نور زموږ لپاره په صلح باندې منجر کړي. خودم کسی هستم که با این کلمه مطلق مخالف هستم که به نام تروریسم اصلا ما چیزی را نمیشناسم. پس این همه شورشگری است چی؟ دلایل ما چی است؟ تروریسم چیزی رو گفته میشن که او گنگ باشن، او هیچ مشخص نباشن، از یک نکته نامعلوم یک عملی را انجام میشن که نی سرش معلوم است نی آخرش معلوم است. اگر او را آدم تروریست بگویه، وقتی که تصمیم گیرنده اش معلوم باشه، تمویل کننده اش معلوم باشه، مجری و اجرا کننده اش معلوم باشه و ای عرصی بیرون از مرزتان باشن، آیا کدام عقل سالم است که برای کسی مشوره بدن؟ خب این یک جنگ سازماندهی شده است، اون تعریفی که شما میگیری میگین یک جنگ سازماندهی شده از یک آدرس هست مشخصا. خب با ای از در سال که نشد، آقای کرزی خیلی تلاش کرد مثلا در دوران کارش. ما گفتم در افغانستان خیلی تانک و توپ استعمال نکو، برو کسی که تصمیم گیرنده است سر از او استعمالش کو، کسی که تمیل کننده است سری از او استعمالش کن. هدف شما پاکستان است؟ هر کسی که خودت میپایمی که جنگ را کی اورده ده ای وطنی تن، جنگ افغان ها نیستن. ای را ما برای تن علما ثابت میسازم که ای جنگ افغان ها نیست، سری افغان ها تمیل شدن ای جنگ. تا
تقریبا یک جنگ تمام عیار جهانی در جغرافیای تن به اصطلاح شروع است یا قرار دارند. شما جغرافیای تن در یک عمق جنگ جهانی قرار دارند. در این صورت تصمیم گیرنده جنگ مشخص است که کی است؟ کی است؟ ما میگم کی جنگ را آوردن؟ هر کس که با توپ و تانگ و بم و نمیفهم انتحار و هر بلا که هر کسی میکنن او را ما تصمیم گیرنده میگیم. کسی که با توپ و تانگ و اگر مثلا بم باشه، هر بلا که باشه که منجر به این میشه که مردم افغانستان را از بین ببره، این را ما تصمیم گیرنده میگیم. تمیل کننده چند روز پیشتر امی دیپلمات عربستان واضح نگفت که قطر پیسه میده، عرب و شیخا پیسه میده، مجریش، ایران، پاکستان، تمامی روز سپاه ایران، ایسای پاکستانی کارش است. این حالا با این وضعیت مثلا چی باید کرد از نظر شما؟ بس برخوردهای نظامی را که رد میکنه. نظر ما چی است؟ اگر کسی میخواهد که جنگ را مهار بسازن، اون عرصه گپش مشخص است، برای پشت عرصه گپش. امون جا در شورای امنیت علش میکنه، بم سرش میندازد، میکشنش، هر کاری که میکنن، این کار بکنن. ولی من گفت در افغانستان، در افغانستان اگر شما میگین توسط تانک و توپ، در اینجا 150,000 عسکر بود. اگر ممکن میبود، توسط 150,000 عسکر، تمام تکنولوژیشان، ولی امون وقت هم جنگ انتحار، خشونت جریان داشت. آقای هاشمی، حالا در این مدت اون چیزی که آقای قهرمان میگن بحث جنگ نمیتونه برنده داشته باشه، تمویل کننده ها، مجری ها، اینها باید دنبال میشدن. چه تناقض را استراتژی جنگ امریکا در افغانستان در پی داشت که نتونست شناسایی بکنه عوامل جنگ در افغانستان را، یا به نوی اینها دوگانه بازی کردن در این مدت؟ ببینید، ثروت یک ملت افکارش است. افکاری که یک ملت داره ثروت از او به حساب میآید. و در جهانی که ما زیست میکنیم، در قرن 21 که ما زیست میکنیم، متاسفانه جامعه ما تا حدود فراوان پذیرای افکار افراطی بوده است. حالی که چه کسانی از این سوء استفاده کردن در طول 30 سال یا 40 سال گذشته در افغانستان و او چیزی که نصیب نسل ما و شما شده است، در واقع برگرفته از فضایی است که در طول تاریخ افغانستان بوده است و بستر ساخته بر او چیزی که امروز شما میبینید. و به نظر من هم افکار تروریستی، افکاری که در واقع افرادگرا باشه، به زودی از این منطقه خارج نخواهد شد. یعنی با چنین بستر وجود داره و در حال رشد است. حال نخبگان سیاسی افغانستان، کسانی که در حوزه تفکر در جامعه کار میکنند، فکر میکنم باید بیان به دنبال ازی باشن که چرا در افغانستان چنین بستر وجود داره. چرا مثلا شما همین افکار افرادگرایانه نمیتونید در جوانان همسایگان ما پیاده بسازید؟ اگر قرار به حل شدن بحث امنیت در افغانستان است که مشکل از پایه حل شود و کسانی که دغدغه افغانستان دارند، خصوصا نخبگان سیاسی ما، باید به دنبال ازی باشیم که منبع تمویل افکار کجاست، چطور وارد جامعه افغانستان شده. و هنوز هم شما میتونید تا یک یا دو دهه آینده منتظر ازی باشین که جوانان افغانستان به چنین افکار گرایش پیدا کنند. حال در چنین شرایطی ما در یک بحران هستیم، یک موضوع طبیعی است. در این بحران چطور میشه از منافع کشورهای دیگر در جهت منافع افغانستان استفاده کرد تا مردم افغانستان کمتر کشته شوند؟ جنگ در این منطقه خواهد بود، مبارزه با تروریسم خواهد بود. ما همین استراتژی را داریم در افغانستان، این دورنما را داریم، این ظرفیت وجود داره که بیای سر این مسئله. ببینید، سوال پاییز، چون راجع به زندگی و به ادامه حیات در این جامعه داریم صحبت میکنیم. من فکر میکنم تحولاتی در افغانستان صورت گرفته، تغییراتی آمده است، اما بو بستری که ما نیاز داریم که بتونیم نسل بعد از این به دنبال افکاری ببریم که در واقع انتحار نتیجه از اون نباشه، بسیار مشکل است. حال در شرایط حاضر، اگر شما یک زمان صحبت میکنیم سر استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا، شما برای خود 2-3 سال فرصت میگیرید تا دولت نیم بندی که داریم بتونیم حفظ کنین در مقابل گروه تروریستی، یک طرف. در این چند سال پیش رو چطور میشه استراتژی تدوین کرد که نسل بعد از این در افغانستان به اندازه نسل ما هزینه نده برای بحث جنگ با تروریسم؟ ما دنبال چنین بحثی هستیم. من فکر نمی‌کنم به یک بار در افغانستان شما بتونید تمام مشکلات حل بسازیم، امنیت تامین بشه و باز بگیم که تروریسم خلاص شده در افغانستان. سپاسگزار، ممنون از شما. بعد این لحظات هم رفت برگشت کوتاهی داریم، همچنان بین بحث باشید.
دوباره خوش آمدید تماشاگر فراخبر از تولو نیوز هستید. آقای قهرمان، حالا شما که اشدن مخالف برخوردهای نظامی هستین و حالا توضیح دادین ابعاد جنگ، اما دولت افغانستان از این مسئله استقبال کرد، استراتژی جدید ایالات متحده هم اعلان شد. طبیعتاً بحث جنگ بخش بزرگی از استراتژی است. شما دیدین آقای ترامپ نه از توسعه، نه از بازسازی، نه حقوق بشر، نه هیچ چیز دیگر صحبت نکردن، مورد از جنگ بود، از سرکوب و کشتن بود. مثلا حالا مسئله از این قرار است که مردم چی کنن؟ دولت افغانستان هم این مسئله رو پذیرفته؟ دولت خوب پرهمان صاحب خپل جواب خپل وای زید خلګو د واستازي په صفت او دغه وطن داسې یو چا په صفت چې رشتیا هم د خپل ولس دردونه ډیر سخت احساسوم او پوهیږم چې دا زموږ پر ولس څومره لوی ظلم او وحشت روان دی. یقین کوي زه په هلمند کې وم، دا تیارو غرس چې به ما اورېدی د شپې سهار دروځي د هلمند پر فضا په داسې حال کې چې تقریبا ګوازما په دفاع کې ګرځېدلې، ولې دومره زه ځورولم؟ نو ما په هغه وختن کې د وطن خلک زما آواز اوري، نو هغوی ته به ما ویل مال هغه څوک چې په مخالف طرف کې هلته ښځې ماشومان انسانان، آیا هغه به د دې تیارې د غرس څه څومره رنج وړي چې هره دقیقه اوس به زما بغلته مشلي، اوس به زما بغلته مشلي. خلک په عذاب دي، ملت په عذاب دی. توپ ټرانک زه په خپله شخصا د خلکو د یو استازي په صفت د حل لاره نه بولم. که څوک غواړي دا مسله راټوله کړي، ما مخکې تاسې ته په مخکې مو وویل تصمیم گیرنده هم معلوم دی. حالا یک مقدار مثلا برخورده با اون کشورهایی که مجریان این برنامه اگر باشن روی اجرا است، اکنون فکر نمیکنید مثلا بس با پاکستان برخورد با پاکستان؟ کوکی عمل مهم است. تو چی فکر میکنی؟ امی 16 سال امی تماما امریکای ای چیز رو نمی پاهمید از امی کلشان امی ترامپ و شیار است که امی ترامپ همه درست پاهمید بایمید که ولا امی پاکستان از ایکار امی کنه، ولا امی پاهمید امی پلان از ایکار امی. شما چطور امریکا بول میکنید؟ ای طور نیست. دا امریکا ملک یو دیر لوی ملک دی، التا استراتیجستان ناستی، التا چلیر وی ساتا کار کهی، التا دیر لوی وسی استراتیجی جوری جی پا هر بخش که دمزی که دا پارا. دا افغانستان مساله دومره عدی مساله تاسی ما بولی چه دومره ساده پاکت دادی ترامپ رالی استراتیجی جوره سول دریزر اسکار راغلل دا بستازی دا پارا جنتون راولی او پاکستان بسایب دری وری کی کم و گرو چه پر پاکستان بانی چه پیشار رازی، پر ایران چه پیشار رازی، پر قطر و پر عربو بانی چه پیشار رازی، پر روسانو چه پیشار رازی، پر چنایانو چه پیشار رازی، پا اغا صورت که با بیاسره تصمیم نیشی. آقای هاشمی، حالا در جنگ با تروریسم صداقت وجود نداره. ظاهراً اون چیزی که آقای قهرمان توضیح دادن، امریکایی ها آمدن به همین شکل اونا دوست دارن وضعیت باشه. ببینید در روابط بین الملل ما کلمه مثل صداقت نمیتونیم پیدا کنیم، چون روابط ما بین استیت هاست، ما بین دولت هاست، هر کشور به دنبال کسب و حوزه منافع و قدرت خودش هست. حالا اینو که تروریسم را کلانتر جلوه میتونن میگن تهدید بر جهان است و افغانستان را اون مرکز میدانن که بعد از جنگ سرد، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، ما خود یک نظام بین الملل مواجه هستیم که جایگاه ابرقدرت تثبیت نشده بود. ایالات متحده آمریکا به حیث یک ابرقدرت جایگاهش تثبیت نشده بود و طبیعتاً بعد از حادثه 11 سپتامبر شما خود یک کانتکس یا گفتمان نو هستین در روابط بین الملل که مبارزه با گروه های غیر دولتی که وجهه تروریستی دارن در صدر در واقع حوزه کاری یک ابرقدرت جای میگیره و متحدینش هم کدش امرا میشن. حال من سوال میست که برای کشور مثل افغانستان، برای جامعه مثل ما چه آپشنی داریم که انتخاب کنیم؟ که آیا میتونیم نظام بین الملل تغییر بدیم؟ طبیعتاً نه. من خود یک موضوع اقش مخالف هستم، او ایست که در تاریخ ما همیشه یک ابرقدرت ستیزی وجود داشته است. تاریخ ما پر از جنگ هایست که ما خود انگلیس کردیم، پر از جنگ هایست که خود اتحاد جماهیر شوروی کردیم و حالا ابرقدرت سوم ایالات متحده آمریکا داره مطرح میشه. من باورم بر ایست که جایگاهی که افغانستان داره به ایست که در تمام کتاب های تاریخ و جغرافی ما پر است و به اطفال ما یاد داده میشه، این موقعیت استراتژیک یک موقعیت مطلق نیست. این موقعیت استراتژیک به تناسب منافع ابرقدرت ها جایگاهش تغییر میخوره. بنابراین در هر دوره زمانی که ما بحث میکنیم،
ما نیاز داریم به تناسب از او افکارمون تغییر بدیم تا منافعمون تامین بشه. حالا صاحب این ظرفیت هستیم ما در درون، مثلا اون طرف هم آقای قهرمان پیشتر اشاره کردن استراتژیست ها و اتاق فکر وجود داره که ما بسیار عادی است مثلا کشور ما حتی قضایاش، ولی بسیار جدی است. خب ببینید، من فکر میکنم این یک موضوع کاملا طبیعی است در روابطی که ما بین قدرت های کلان مثلا روسیه و آمریکا وجود داره. شما نمیتونید تغییر دهنده روابط آمریکا و روسیه باشین، یا شما نمیتونین جهت دهنده به منافع آمریکا و روسیه در رقابتی که خود یکدیگر دارین باشین. بنابراین وقتی در چنین شرایطی قرار میگیرین، به حیث کسانی که افکار تولید میکنین در یک جامعه یا به حیث نخبه سیاسی شناخته میشین، شما مجبور هستین افکارتون به تناسب شرایط تغییر بدین. من فکر نمیکنم آمریکا ستیزی یا شوروی ستیزی میتونست یا بتونه منافع افغانستان یا مردم افغانستان رو تامین کنه. ما در هر دوره تاریخی مجبور هستیم. به خاطر چی میشد مثلا در این مرحله ما یک دوره با اتحاد جماهیر شوروی داشتیم؟ بله، من باورم بر این است. ببینید، شما یک جایگاهی دارین به تناسب رقابتی که ابرقدرت ها با یکدیگر دارن، این جایگاه باید بشه از او استفاده کرد، یعنی موقعیت استراتژی که باید بتونیم منافع ما رو درش تامین کنیم. حالا که شرایطی که به وجود آمده شرایط ایدئال برای افغانستان نیست چیزی که ما داریم میبینیم، اما چطور میشه که از این منفعت آمریکا یا در جهت مبارزه در آسیای مرکزی یا منطقه مثل جنوب آسیا در جهت منافع ملی افغانستان استفاده کرد؟ من چنین مفکوری کمتر دیدم در میان نخبگان سیاسی ما. چارچوباتی که تعیین کنه چطور ما به هدف میرسیم. انتقاد بسیار گپ نیک است، میشه تغییر آورد درش، ولی یک نکته به نظر من بسیار استراتژیک باید در افکار ما باشه، ای که افغانستان همیشه فرصت نداره که از موقعیت خود استفاده کنه. این فراز و فرود بسیار شدید است در تاریخ ما. سپاسگزارم. قهرمان، حالا موردی که شما اشاره کردین جنگ را منتفی میدانین، باید نباشد جنگ، اما اون طرف منافع کشورهای بزرگ و قدرتمند در جنگ تامین میشه در افغانستان. خب تمامی سیستم ها و ساختار ها هم در دست اونها، چی باید کرد پس در این مرحله؟ چی میشه کرد؟ یک کار کردن میدانیم، اگر واکر ما و شما رهبری خلاق سیاسی میداشته باشیم و یا مثلا در نظام این انگیزه خلق شوه و یا مثلا د خود ملت انگیزه خلق شون، یا کار میتنیم که جنگ دو حالت به یک جامعه برمیارن. یک تعداد مردم از بین میرن و یک تعداد مردم از جنگ منفعت میگیرن. 40 سال اگر جنگ های وطنی تان شما زیر نظر بگیرین، امسایه های تان دور و نزدیک از جنگ بهره برد و برعکس ما و شما هیچ. اگر ما می نیست یک ملت زنده، فقط بین خود دشمنی ها را کنار بگذاریم، من حیث یک مشت با هم متحد شویم، منطق را مطرح بکنیم، منطق را حکیم بسازیم، ممکن است. اگر مطلق جنگ را کنترل نکنیم، معجزه نمیشه به خودی با وجود بیاید. مثلا کین کار را میتونه میگم. مردم که با رهبرا پیش میرن، با رهبری پیش میرن، بله. خود مردم که نمیتونن. خب ما اینمی گپ با مردم ابلاغ میکنیم، با مردم خود مشوره میدیم. یک چند وقت پیش ما یک چیز بهتر میگم، نماینده سرمنشی ملل متحد میامد. اگر ما می نیست یک ملت، امی روز ما در دفتر خودشته بودیم، دستک خودش بود، ما گفتم اگر در این جمعیه افمیلونی کابل اگر ما 1000 نفر زنده پروردگار می داشتم، امروز می گفتم که 100 نفر صبح از دست گرفته کت یک یک گل، 100,000 نفر در پیش روی میدان هوایی بیاین، یک طرفی سرک دیگه طرف با مردم مزاحمت هم نکنین، جر و جنجال هم نکنین. وقتی که سرمنشی ملل متحد از طیاره پایین میشه، یک لا گل هم بیتین. فقط بگو ما به دو لحاظ، یک تو کلان او خانه استی که ما خود را با او خانه مرتبط میدانم، دوم مثلا ما مردم افغانستان قدر میمانه داریم، ای گل دادیم، ولی دو سوال از پیشت میکنیم که آیا رنگ خونی مردم افغانستان با رنگ خونی دیگه جهان فرق دارن یا ندارن؟ نه، ما یک چیز بردم، وقتی منافع در سطح کلان در بحث تجارتی وابسته میشه، ما یک چیز بردم میگم، ما پس مثال برات میارم. این کار شما بکنین یک بار، دو بار، سه بار،
و اینمی با اصطلاح تلاشای تانا دوام بیتر اینمی تر یک حالت سریعمی هندی برطانوی یک وقتی بود ولی در اونجا یک چار تا پنج تا را برای خلاق خستن ملت خود را یک استقامت داد بدون از اینکه تشنج کنند جر و جنجال کنند خستن او دنیا را مجبور ساختن که در مورد سرنوشت ازیا باید تصمیم مثبت بگیرند این ممکن هم است که در جغرافیای تان هم عملی شود به شرطی که ملت تان منیس یک ملت با پا بخیزد سپاسگزارم آقای هاشمی خیلی ها به این باور هستند که پایان هر جنگ به صلح منتج میشه حالا در این فصل این جنگ به صلح حداقل نسبی هم که شده منتج خواهد شد ببینید قبل از من یک جمله بگم هر رفتار مدنی بسیار گپنیک است که در یک جامعه اتفاق بفته و ارتباطات قوی میسازه بسیار ایدئای خوب است اما جنگ در افغانستان آیا ختم میشه من بگم در سطح منطقه است بحثی که ما و شما به نام تروریست داریم صرفا مختص به افغانستان نیست شما یک منطقه بران زده دارین از 2001 و پیش از حضور طالبان در جنوب آسیا که چنین افکار و تفکراتی وجود داره این افکار گسترش پیدا کرده به سمت آسیای مرکزی بسترش وجود داره اما خب دولت‌هاش کنترل میکنن دور در سینکیانگ چین دارین شما چنین پرابلمی در شرق میانه خود جنگ سوریه تان در واقع نتیجه چنین تفکراتی است که داره خودش نشان میده اما آیا ختم میشه من فکر میکنم کلانترین کاری که در کوتاه مدت بشه انجام داد اویست که برای افکار جامعه افغانستان حالت ایدئولوژیک بودن این جنگ از بین برد یعنی نخبگان سیاسی افغانستان نخبگان فکری افغانستان حالت ایدئولوژیک بودن این جنگ اگر از بین ببرند و نشان بدن یا واقعیت این جنگ نشان بدن که این بعد سیاسی امنیتی داره ما بین کشورهای همسایه و ایالات متحده آمریکا که دارن رقابت انجام میدن و یک از دلایلی که من فکر میکنم ایالات متحده آمریکا نتونست موفق باشه در جنگ مبارزه با تروریسم نوع رفتاری بود که همسایگان افغانستان انجام دادن نشدن موفق یا نخواستن که موفق شوند این دشمن خیالی باید برای حفظ بلانس وجود نداشته باشه ببینید در جنگی که شما خود تروریست داریم انجام میدین بخش از منم بحث امنیتی مطرح بسازم بخشی از این بحث ارتباط میگیره به رقابت هایی که در سطح منطقه وجود داره بله. شما رقابت هند و پاکستان دارین در افغانستان رقابت ایرانیار دارین روس‌ها دخیل هستن در برخی از موضوعات و ایالات متحده آمریکا اشتباهات خاص خودش داشته در حوزه افغانستان ولی نکته اصلی من فکر میکنم نخبگان سیاسی خود ما بودن که نتونستن این به درستی پیش ببرن ممنون از حضور شما آقایان عبدالجبار قهرمان نماینده مردم در مجلس نمایندگان و فردین هاشمی استاد دانشگاه کابل سپاس از شما هم که برنامه را میبینید در پایان هم یک خبر کوتاه ببینید آیا هرگز تصورش را کرده اید که ارتش ربات‌ها شهر شما را اشغال کنند؟ این اتفاق در چین افتاده است. با این تفاوت که ارتش ربات‌ها برای رقصیدن جمع شده بودند. چین به عنوان یکی از کشورهای پیشتاز در عرصه ربات‌سازی توانسته است شگفتی‌های زیادی را در عرصه تولید ربات‌ها در جهان به نمایش بگذارد. به گزارش روزنامه بریتانیایی دیلی میل، مهندسان شهر گوانجو 1000 ربات را برنامه‌ریزی کردند که در یک زمان برقصند. این ربات‌ها با آهنگ معروف جنگ ستارگان می‌رقصند. 1026 ربات در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی گوانجو مهارت خود را به نمایش گذاشتند و دست و پای خود را به طور هماهنگ به حرکت درآوردند. این رقص رکورد کتاب گینس را شکست داد. رکورد قبلی مربوط به 1007 ربات بود که در سال 2016 در چین رقصیدند. این ربات‌ها که دوبی نام دارند 47.3 سانت قد و 2.15 کیلو وزن دارند. این ربات‌ها به غیر از رقصیدن می توانند بخوانند، بازی کنند و مهارت کانکو داشته باشند.